با برنامه تحلیل بطا در خدمت شما عزیزان هستیم. امروز بحث اصلاح نظام ساختار بانکی داریم. ببین ما اولین آیتمی که تو بانک مرکزی باید بررسی بشه بحث استقلال بانک مرکزیه، که آیا این بانک مرکزی استقلال داره یا نداره، چون بانک مرکزی حافظ امانت‌های مردم هست. و اینکه آیا یه جورایی بگیم که ما چاپ پول خوب داشتیم، در سال قبل داشتیم، ما یه افزایش نقدینگی 70,000 برابری از سال 52 تا الان داریم، آیا این ناشی از چی بوده؟ ناشی از افزایش چاپ پول بوده؟ آیا بانک مرکزی میتونه به دولت جهت تأمین منابع مالیش کلمه نه رو به کار ببره و بگه من چاپ پول، دست به چاپ پول نمیزنم؟ آیا این تورم های دو رقمی که ما هر سال داریم نتیجه سیاست های ناکارآمد بانک مرکزی هست، یا ما از لحاظ قانون مشکل داریم یا از لحاظ اجرا مشکل داریم؟ خب اینا اتفاقاتی هست که به حال تو این چند ساله افتاده و همه ما درگیر این قضیه هستیم. و چیزی که داریم حس میکنیم بحث نرخ تورم دو رقمیه که واقعا کمرشکن هست. تو 6 ماه اول سال ما نرخ 18% داشتیم و همچنین رشد نقدینگی 70,000 برابر در عرض 47 سال، تولید 2 برابر ولی نقدینگی رشدش 70,000 برابر، که اگر این رویه ادامه پیدا بکنه شاید به سر 40,000 برابر در 2 سال آینده برسه. خب اعتماد برقرار کنیم با آقای سعدوندی، یکی از اقتصاددانهای به حال حوزه دانشگاه، که در این خصوص توضیحاتی برای شما ارائه بفرمایید. آقای سعدوندی سلام عرض کنم خدمت شما، وقتتون بخیر. سلام عرض کنم خدمت شما و هموطنان عزیزم. نکته خیلی مهمی رو اشاره فرمودید. ببینید در کشورهای دیگر دنیا که غالب بر بیش از 180 کشور دنیا الان در کنترل تورم موفق بودن، یکی از رازهای کنترل تورم این هست که یک نهادی مسئول کنترل تورم می شود. یعنی این وظیفه خطیر که ما تورم رو میتونیم عمال خبائث مشکلات اقتصادی بدونیم. الان کشور ما که طولانی ترین دوره تورمی رو در دنیا داره، خب همین باعث شده که ما در زمینه فعالیت های اقتصادی به عقب برگردیم، باعث شده که سرمایه گذاری دچار مشکل بشه، به حدی که نرخ تشکیل سرمایه از نرخ استهلاک الان پایین تر رفته. و اینها مشکلات اساسی کشور ماست. یکی از دلایل مشکلات اساسی تورم است. یکی از مهمترین سیاست هایی که برای کنترل تورم در کشورها در نظر میگیرن این هست که یک دستگاه رو تعیین میکنن که این دستگاه مسئول کنترل تورم هست. این دستگاه مستقلانه مسئول کنترل تورم هست، یعنی وظایف دیگری بر عهده این دستگاه در واقع بر دوش این دستگاه نمیگذارند. این مفهوم استقلال بانک مرکزی. حالا اونهایی که در کشور ما خیلی با جرأت بر عدم استقلال بانک مرکزی تأکید میکنند، یعنی اینکه در واقع میخواهند که تورم متاسفانه ادامه پیدا کنه. اگر که میخواهید جلوی تورم رو بگیرید، باید فرد و دستگاهی مسئول کنترل تورم باشه. اون فرد رو معمولا رئیس بانک مرکزی در نظر میگیرند و اون دستگاه رو معمولا بانک مرکزی در نظر میگیرند. البته بانک مرکزی ممکن هست که وظایف دیگری هم مثل نظارت بانکی بر عهده بگیرد، یا اینکه نظارت بانکی رو بر دوش نهاد دیگری قرار بدهند. مثلا در امریکا بانک مرکزی امریکا نامش فدرال رزرو سیستم هست، اما ناظر بانکی FDIC هست، یعنی دو نهاد کاملا مستقل، یکی مسئولیت نظارت بر نظام بانکی رو بر عهده داره، یکی مسئول تعیین سیاست گذاری پولی در جهت کنترل تورم و حفظ ارزش پول ملی هست. اگر سوالی هست من در خدمتتون هستم. سلامت باشید آقای دالا. سعدوندی عزیز، ما بحث اینه داریم که آیا تو ایران، حالا مثلا شما فدرال رزرو در نظر بگیریم، آیا مثلا پیرو دولت امریکا هست؟ آیا تو ایران اینجوری هست یا نیست؟ ما این بحث پیرو بودن رو می‌خوایم. حالا چاپ پول آقای همتی پارسال سالم امسال گفتن چاپ پول سال قبل ما داشتیم. حالا ایشون خودشون ریاست بانک مرکزی بودن. این چاپ پول کی درخواست کرده؟ خود بانک مرکزی فهمیده که نیاز به چاپ پول داره؟ از کسی دستور گرفته؟ همینجوری به تبعش بیان پایین‌تر تو همین بورس خودمون هم الان همینجوریه دیگه. بورس الان مثلا میگن اوراق میفروشه، سازمان بورس نمیفروشه. سازمان بورس متولی دستور از بالا میاد آقا امروز ما اوراق باید بفروشیم. همه فکر می‌کنن سازمان بورس مخصوصا این کارو می‌کنه. این بحث استقلاله آیا فقط در ایران اینجا اصلا تو ایران وجود داره یا نه؟ اگر وجود نداره آیا تو کشورهای دیگه روال چطوریه؟ نه ببینید، ما بانک مرکزی که ما داریم با اون مفهوم بانک مرکزی که در
مثلا در اروپا هست یا در ژاپن هست یا مثلا شاید مثلا در افغانستان، در عراق، خیلی بانک مرکزی ما متفاوته. بانک مرکزی ما سازمان اعانه دولتی هست، یعنی هر وقت دولت تقاضا میکنه رئیس بانک مرکزی موظف است که هر مقدار دولت خواست پول چاپ کنه در اختیار دولت قرار بده. حالا یک زمانی این شفافیت داشت، به طور خیلی مستقیم دولت تقاضا میکرد، از بانک مرکزی استقراض میکرد. بعد از برنامه 5 ساله سوم به صورت آرایشی بهداشتی جلوی این قضیه رو گرفتن، یعنی برای حفظ ظاهر گفتن آقا دولت از بانک مرکزی در ظاهر استقراض نکند، اما یک تنخواهگردانی در اختیار دولت قرار داد بانک مرکزی که هر وقت دولت نیاز داره از این تنخواهگردان استفاده میکنه و برداشت میکنه. یعنی دیگه این که مثلا دولت حتی تقاضا بده به بانک مرکزی اینطور دیگه نیست، یک خط اعتباری بانک مرکزی در اختیار دولت قرار داده که از پیش دیگه همه چی مثلا حل شده به راحتی. دولت هر وقت نیاز داشت، سال دو سال پیش هم اتفاق افتاد در دولت گذشته اینطوری بود که ریاست محترم سازمان برنامه و بودجه یک در واقع نامه رو مرقوم میکردن خدمت مقام ریاست محترم جمهور، ریاست محترم جمهور اینجا پاراف میکردن، میروشتن مثلا قرض داده شود، قرض گرفته شود، منابع تأمین شود، این نامه میرم خدمت آقای همتی. آقای همتی هم بلافاصله با انگشتان مبارک عدد تایپ میکردن، یک چند تا صفر پشت سر همدیگه قرار میدادن، در اختیار دولت، در حساب دولت، در بازار بین بانکی قرار میدادن، دولت خرج میکرد، به حقوق کارمندان رو تأمین میکرد. از این طرف هم خب میبینید که نرخ تورم ما رو به رشد است، رشد نقدینگی ما متاسفانه افزایش پیدا کرده و رشد پای پولی متاسفانه افزایش پیدا کرده. البته اقتصاددانانی در ایران هستند که برخلاف تمام تجربیات بشری در دنیا و علم اقتصاد معتقدند که افزایش پای پولی تورمی نیست. یعنی مثلا این وضعیتی که در ونزوئلا اتفاق افتاد، حالا یه جور میخوان توجیه کنند، یا همین که ما الان نرخ تورممون کوریدور 40 ساله، کوریدور 50 ساله رو شکسته، اینها اصلا ربطی مثلا به پای پولی، به استفراز دولت از بانک مرکزی، به این مسائل نداره. خب ادعا میشه دیگه، ولی در عمل میبینیم که هرچی استفراز دولت از بانک مرکزی افزایش پیدا میکنه، به همون صورت تورم هم رو به تزاید و فزونی هست. آقای سرزندی، حالا این بحث آقای روالش چجوریه؟ یعنی تا کی میخواد این ادامه پیدا کنه؟ الان فکر کنم توی دولت جدید هم همینجوری هست، درسته؟ این روال ادامه دار هست. بله دیگه، ببینید اصلا قانونه، ببینید الان از نظر قانونی ریاست بانک مرکزی تحت سلطه ریاست محترم جمهور هست. همین الان هم که شما ملاحظه فرمودید ریاست بانک مرکزی از طرف رئیس محترم جمهور برگزیده شد. در دنیا معمولا ریاست بانک مرکزی رو در اختیار فردی قرار میدهند که وجهه علمی داشته باشه، که وجهه نزد فعالان اقتصادی داشته باشه. دقت میفرمایید؟ خب در ایران اصلا تعارف هم کنار گذاشتیم، افرادی رو منصوب میکنیم که حداقل از این نظر این شرط رو ندارن، ولی خب بله قربانگویی بسیار خوبی ممکنه داشته باشن. یعنی دقیقا رویکرد دولت جدید متاسفانه در بسیار موارد رویکرد دولت جدید با رویکرد دولت قبل خیلی همسو و همراستا هست متاسفانه، و تا وقتی که این مسیر اصلاح نشه واقعا ما راه به جایی نخواهیم بود. این هست که من مثلا دوستانی که اوراق خراسی میکنن، اگر خاطرتون باشه در همین بعد در تمام برنامه بورسی این قضیه بوده دیگه، اوراق خراسی کردیم در 2-3 ماه گذشته. من بارها عرض کردم که این اوراق خراسی هیچ محلی از اعراب نداره، چون که دولت داره به راحتی از حساب تنخواهگردان نزد بانک مرکزی استفاده میکنه، پای پولی ایجاد میکنه، نقدینگی در حال رشد، همچنان نرخ تورم همچنان بالاست و دیر یا زود بازار سرمایه به کف خودش خواهد رسید. ای کاش چنین نبود، ای کاش واقعا دولت در صدد کنترل تورم بود. تا امروز که چنین چیزی ندیدیم. یک نکات خیلی ریز مثبتی در طرح رشد غیر تورمی وزارت اقتصاد وجود داره، ولی در همونجا هم هیچ گونه اشاره به استقلال بانک مرکزی متاسفانه نشده، هیچ گونه اشاره به ایجاد یک نهاد مستقل در زمینه سیاست گذاری پولی نشده است. مثلا در امریکا که خدمت شما مثال زدم، یک نهادی وجود داره به نام FOMC یا Federal Open Market Committee که این FOMC هست که نرخ بهره رو تعیین میکنه و از این طریق اعمال سیاست گذاری پولی میکنه. اما در کشور ما اصلا سیاست گذاری پولی وجود ندارد که حالا کمیته تشکیل بشه و اعمال سیاست گذاری پولی بکنه. دقیق میفرمایید، بنابراین فاصله ما
نه با آمریکا، نه با اروپا فاصله ما با افغانستان و عراق خیلی زیاده. من امیدوارم یک روزی ما به همسایه خودمون کشور عراق، یک روزی شاید در چند سال آینده حتی ما به سطح کشور روسیه انشاءالله برسیم، ولی هنوز در اون مسیر حرکت نمی کنیم. بله آقای سعدانی، حالا بحث افراد خبری، من آقای دکتر ندری هم حالا صحبتاشون رو چند تا برنامه گوش دادم، آقای دکتر ندری هم میگفتن که افراد متخصص استفاده بشن، حتی برنامه چشم انداز خودمون فکر کنم داشتیم که آیا این خب خیلی از افراد که میان پشت سر افراد مدارک دکترای مدیریت، دکترای مدیریت مالی همه اینا هست درست، دارن هم یدک میکشن و میان میگن آقا من فلان رئیس مثلا فرض کنه همچین نهادی شدم و این دکترا رو دارم، آیا این به نظر شما، شما یه حرفی گفتی بله قربانگو گفتی یه صحبتی شد، به حال ما می‌خوام اینو بگیم که آیا مثلا صرفا این مدارک داشتن مهمه، آیا مثلا ما مدارک علاقه داریم نگاه می‌کنیم این تو سیستم بانکی تمام دکترای مدیریت مالی دارن خیلی‌هاشون البته، خب اینا ما میگیم اینا کارشناسن، خب اینجا می‌پرسیم آقا ما که نیروی متخصص استخدام کردیم این بار پس چرا ما تورم دو رقمی اصلا کلا این رخت بر نمی‌بنده، به قول قدیم معروف میگن از این بازار، یعنی ما میگیم آرزوی تورم یک رقمی، هر کسی هم که میاد میگه ما تورم یک رقمی، شاید یه سال 6 ماه 7 ماه داشته باشه، این مشکلش چیه به نظر شما؟ بله مهمترین مشکلی هست که متخصص متعهد استفاده نمیشه دیگه، خیلی واضح هست اینکه شما فرمایید دکترای مالی اصلا دقیق همینه. ببینید افراد دوستان عزیزی که دکترای مالی دریافت کردن اینها احتمالاً دو واحد تا چهار واحد اقتصاد کلان پاس کردن، در حالی که خود بنده الان اقتصاد کلان رو در کلینیک اقتصاد که تدریس کردم، دو کتاب اول اقتصاد کلان دنیا رو که من تدریس کردم که این دو تا کتاب مخصوص مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد هستن، یعنی در دوره‌های ام بی ای دانشگاه اول دنیا این کتاب تدریس میشه. حالا این کتابی که ما تدریس کردیم 130 ساعت مطلب گفتیم، 130 ساعت دقیق می‌فرمایید، این که ما 20 ساعت مثلا سر یک کلاسی بشینیم بعد ادعا کنیم که من میتوانم رئیس بانک مرکزی بشم و با وجدان آسوده بریم مسئولیت بپذیریم، این واقعا لااقل در شاید مثلا در این دنیا شاید بتونه توجیه کنه، ولی اگر کسی بخواد قضاوت عادلانه داشته باشه توجیه نمی کند. مثل فردی میمونه که مثلا فوق دیپلم بهیاری گرفته اقدام به جراحی مغز میخواد بکنه، خب این فرد خودش باید یک مقداری تقوای حرفه‌ای داشته باشه، یک مقداری خود خیشتنبانی حرفه‌ای داشته باشه و اگر چنین مسئولیتی هم به ایشون محول شد، همای سعادت اومد رو دوش ایشون بشینه، ایشون یه مقدار دوشش رو بکشه کنار که همای سعادت بره جای دیگه بشینه، دقت می‌فرمایید، وگرنه شرایط خوبی نخواهد بود. حتی عجیب اینجاست که حتی از مشاوره هم در این زمینه در سال‌های گذشته به درستی استفاده نشده، یعنی ما شاید چند دهه هست که فرد متخصصی که واقعا تخصص در زمینهای سیاست‌گذاری پولی داشته باشه و مخصوصا مسائل مدرن پولی رو آشنا باشه اصلا در بدنه بانک مرکزی هم به ندرت من دیدم داشته باشه. بعد حالا تو دوره‌های حالا ما دوره‌های مختلف ریاست جمهوری کدوم دوره‌ها بوده که حالا مثلا بانک مرکزی تحول حالا رو به بهبودی داشته از نظر شما؟ بله بله در دهه 1340 اتفاقا وقتی بانک مرکزی تشکیل شد، اگر شما اون زمان رو ببینید ترکیب شورای پول و اعتبار رو که می‌بینید، ساختار بانک مرکزی رو که می‌بینید، سیاست‌گذاری‌های پولی رو که می‌بینید، سیاست‌گذاری ارزی رو که مشاهده می‌فرمایید، سیاست‌گذاری بودجه‌ای رو که مشاهده می‌فرمایید، همه چی در یک راستا بوده و این بود که ما در دهه 40 شمسی از نظر رشد اقتصادی در دنیا معجزه اقتصادی دنیا بودیم، یعنی همینطور که امروز از تایوان و کره جنوبی و چین صحبت میشه اون زمان از ایران صحبت میشد، دقیق میفهمید ما زمانی رو داشتیم که اتفاقا خیلی در زمینه سیاست گذاری پولی و در زمینه بانکداری مرکزی بسیار موفق بودیم و سرلوحه دنیا بودیم. میشود به علم و تجربه بشری احترام گذاشت؟ چرا احترام نگذاریم؟ بله آقای سعدوندی، ما بالا بحث این که اولین قدمی که حالا ما سلسله مراتب این سه شنبه رو احتمالاً اختصاص بدیم به همین بحث اصلاح نظام ساختار بانکی، به نظر شما اولین قدمی که باید برداشته بشه برای این کار، برای بهبود و بهتر شدن اوضاع، چون الان اوضاع خیلی حساسی هم هست، نقدینگی رشد خیلی بالایی داشته و هفته قبل ما برنامه داشتیم که میگفتن که اگر این جلوش گرفته نشه تو بالای 100 هزار برابر نسبت به سال 52 افزایش نقدینگی، اولین گامی که باید بانک مرکزی برداره چی هست به نظر شما؟
بله، یک نکته که خودتون فرمودید استقلال بانک مرکزی به این مفهوم که حالا شما میخواید اسمش اصلا یه چیز دیگه بذارید، چرا بانک مرکزی میخواید اسمش رو بذارید؟ مسئولیت کنترل تورم باید بر عهده یک نهاد که در رأس آن فردی متخصص و مقتدر هست قرار بگیره. این نکته اول دقت فرمودید که چنین نشده است، چنین نیست. البته قانونی داره در مجلس تصویب میشه که اگر این قانون تصویب بشه شاید تا حد این استقلال به بانک مرکزی داده بشه، اما در همون قانون هم اومدن یک شورای عالی بانک مرکزی که در نظر گرفتن گفتن چند تا نماینده مجلس توش باشن، یه نماینده از این طرف از این قوه، یه نماینده از اون قوه، اونجا برن بشینن مثل شرایطی که در همه شوراهای کشور هست. وقتی که شما قرار هست که یک کار تخصصی انجام بدید، شما اگر قرار باشه جراحی مغز مثلا، حالا یک مقام خیلی عالی رتبه ای، رئیس فلان در واقع فلان قوه کشور، اگر قرار هست خدای نکرده یک جراحی مغز داشته باشه، آیا ما یک نماینده از مجلس میگذاریم، یک نماینده دادستان اونجا میگذاریم، یا نه دو سه تا استاد متخصص جراحی مغز رو دعوت میکنیم این کار رو انجام بدهن؟ ما تا وقتی که بر نگردیم و احترام نگذاریم به علم و تجربه بشری، این وضعیت ادامه پیدا میکنه. این یک نکته است. نکته دیگر این که خیلی عجیبه یک کشور 85 میلیونی با این در واقع این همه ادعا، با این همه تلاشی که در جهت در واقع با این همه نقشی که در تمدن بشری داشته، ما اصلا نظارت بانکی نداریم. خیلی عجیبه. یعنی ما فرض کردیم همه افراد، تمام افرادی که در نظام بانکی کشور هستن همه معصوم هستن. اصلا حتی بله یک در واقع معاونت نظارتی در بانک مرکزی هستن، نه حقوقشون رو میگیرن و بالاخره دوست و آشنا هستن با نظام بانک تجاری. اینکه یک در واقع یک پلیس بانکی باید وجود داشته باشه، مستقل هم باشه. بله که دقیقا همین هست. ببینید من حتی این که فرمودید، حالا من نمیخواستم خیلی ریز بشم، ببینید در کشورهای دیگه همین اگر نظارت بانکی بر عهده بانک مرکزی قرار بگیره، اگر، یعنی ممکنه نگیره، دقیق میکنم، یعنی ممکن است یه دستگاه مستقل باشه، مثل مثلا در آلمان بانک مرکزی نظارت میکند، یک نهادی بیرون از بانک مرکزی به نام بافین هم بر نظام بانکی نظارت میکند. دقیق میفرمایید. حالا اگر که معاونت بانک مرکزی قرار باشه که نظارت بر نظام بانکی انجام بده، اون معاونت مستقله. خیلی عجیبه. ببینید یعنی همون فردی، همون نهادی که رئیس بانک مرکزی اون کشور رو تعیین میکنه، همون نهاد معاون نظارتیه بانک مرکزی هم اون نهاد تعیین میکنه. یعنی رئیس بانک مرکزی خیلی اختیارات داره، هر کاری خواست میتونه انجام بده در جهت کنترل تورم، ولی نمیتواند معاونت نظارتی بانک مرکزی رو خلق کند. دقت میفرمایید؟ یعنی تا این حد این مسائل استقلالی که عرض میکنم خدمتتون سالیان سال سعی و خطا شده در دنیا، تجربه شده تا به اینجا رسیدن که شما میبینید که نه فقط در کشورهای پیشرفته دنیا تورم یک موضوع حل شده و فراموش شده است، بلکه در بسیاری از کشورهای در حال توسعه هم تورم حل شده. حتی مثلا در روسیه که تا سال 2013-2014 مشکل تورم داشتن، مشکل سیاست گذاری پولی داشتن، وقتی خانم ناویولا رئیس بانک مرکزی شد و تحریم ها اعمال شد، به خوبی ایشون توانست از طریق سیاست گذاری درست پولی و ارزی کشور روسیه رو نجات بدهد. من نمیگم ما از کشورهای پیشرفته، از ژاپن مثلا بیایم تعصب کنیم، درس بگیریم، از اتحادیه اروپا درس بگیریم، نه، ولی میتونیم با افغانستان، با عراق، با کشورهای جنوبیمون، با کشورهای شمالیمون رابطه داشته باشیم، با همسایگانمون از اونا بپرسیم آقا شما چطور دارید تورم رو کنترل میکنید؟ همین طالبان کنار گوشمونه، ما یک نماینده بفرستیم ببینیم آقا اینا چطور تورمشون نمیشه 50%؟ چرا ما فقط بعد از زیمبابوه و ونزوئلا درس بگیریم؟ من خب اتفاقی هم حالا من نگاه کردم، دیدم که بعضی از کشورها که جنگ زده هستن، آقای سرندی، ما تورم 10% 12% داشتیم، متأسفانه ما خوشبختانه امنیت از اون داریم، جنگ هم در راه نیست، اتفاقی هم نیفتاده، ولی پس این سیاست های بانک ها و حالا افزایش نقدینگی، همین وام های کلانی که به یه سری افراد خاصی داده میشه، پول ها رو میبرن به سمت نمیدونم بازارهای موازی، مسکن، بازار به سمت خودرو، میان الان انبارشون اتهام پلیس هم بتن پارسال نیروی انتظامی یه سری انبارهای مال مخصوص پراید، مثلا انبارهایی بود که 200 تا 300 تا پراید داخل انبارشون بود. حالا من مسکن ها رو نگاه می‌کنی، الان مسکن های مهر که مثلا الان همین اطراف شهر تهران هم هست،
پردیس، پرنگ، اینا مسکنهای خالی میپرسی، میگی اینا همه مال یه نفره، اون مال چند نفره، این یکی مال یه نفره. الان اینا سرگردان هست، این پولا این ور هست، میاد تو بازارهای موازی. و این تسهیلات هم آقای سردن خودم شما بهتر میدونی به یه افراد خاصی داده میشه. ما هفته قبل هم گفتیم مردم عادی بخوام وام بگیرن دیگه، من گفتیم کپی شناسنامه همسایه هاشون هم باید ببرن، یعنی باید ببرن یه وام مثلا 2 میلیون 3 میلیون، بعدم دیر کرد اعلام میشه بلافاصله سریع میان چیکار میکنن، سود رو سود میگیرن. حالا چیزی که خود مراجع ازام ما این کار کلا حرام 100% اعلام کردن و قشنگ تخطی میکنن و میان کار انجام میدن. بعد اونور وام های میلیاردی، نه به قول معروف سودی نه خبری، طرف هم فوقش بلند میشه میره کانادا، این برامر یه جایی میره. الانم یه بحث بکنم، یکی از رؤسای بانک ها بود که کلا لندن نشسته، طرف در لندن نشسته و رئیس بانک مرکزیه. بعدم اگه اتفاقی بیفته میگم آقا ما که گفتیم که خب متاسفانه این سیاست باید درست شه. انشالله که آقای خاندوزی وزیر محترم اقتصاد و آقای رئیس هم ریاست محترم جمهوری فکری برای این قضیه بکنن و همچنین قوه قضاییه هم پیگیر این قضیه باشه که این استقلال به بانک مرکزی برگرده و هرچی به کام مردم باشه. آقای سعدی من از شما کمال تشکر دارم و از شما خداحافظی میکنم. من فقط یک جمله رو خدمتتون عرض کنم. ببینید من تاسیس بانکی که بالاخره 10 سال رئیس گروه بانکداری دانشگاه استرالیا ولنگونگ بودم خدمتتون عرض میکنم، یعنی آشنا هستم با این قضیه. هیچ گونه انگیزه، هیچ گونه تلاشی در سالهای گذشته در جهت اعمال وزارت بانکی نشده است. یک سری افراد هستن با بانک ها ارتباط دارن، این افراد وام میگیرن، بانک ها حیات خلوتشون هستن، هیچ گونه خللی هم به این ارتباط وارد نشده. تعارض منافع نظام بانکی ما رو متاسفانه کشته، یعنی اصلا ما نظام بانکی نداریم به اون صورتی که در دنیا هست. سپاسگزارم، شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. سلامت، خدا نگهدار شما.